همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو با من همراه شده تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. آقای خلیل خیلی محل مناقشه است. خیلی‌ها بهش انتقادات زیادی رو وارد می‌کنن. میراث او چه بود در این دولتی که در این دوره‌ای که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان؟ خب نیوشا، دقیقاً آنطور با دلیل از اینکه آقای خلیلزاد دو تابعیته بود و هم افغان بود و هم آمریکایی بود و هم یک فردی بود که افغانستان از نزدیک میشناخت و به این دلیل آمریکایی‌ها و بسیار مقامات بلندپایه دولت آمریکا او رو تصمیم گرفت که یک فردی بسازه. همکاری افغانستان تقریباً در 3 سال اخیر بود و کار کرده آقای خلیلزاد در دوره‌های قبلی که ماموریت داشت یک طرف است و کارکرد 3 سال اخیر از این اگر بررسی بکنیم، هم به کشور اولش افغانستان، کشور دومش آمریکا و هم به طالبان پیامدهای متفاوتی داشته. در بخش ای که ما اگر ارزیابی کنیم در منافع امنیت ملی آمریکا، امنیت ملی آمریکا را هیچ برش فایده نرسانده اونطوری که دیده میشه و ارزیابی ها و برداشت هایی که در داخل آمریکا میشه، سیاستمداران آمریکا میگن که بر امنیت ملی آمریکا صدمه زدی زده، آبروی آمریکا رو در جهان صدمه زده. اونطوری که آقای خلیلزاد کارهای انجام داده و در پروسه صلح افغانستان که دولتی که حمایت آمریکا را داشت در افغانستان سقوط کرد، بر آبروی آمریکا در جهان آسیب زیاد زد. این خروج آن طرف افغانستان هم که میبینیم 20 سال حضور آمریکا و 20 سال نهادسازی و دولت سازی و پروسه ملت سازی سقوط کرد و از هم پاشید. در واقع این دو شکست تمام برایندش آقای خلیلزاد است و تقریبا مهندس و طراح اصلی پروسه صلح افغانستان ای بود که ای از هم پاشید و آنطوری که در استعفانامه‌اش هم آمده. اما بخش دیگری که آقای خلیلزاد کار کرده طالبان است، برگشت طالبان است. آنطوری که واکنش های طالبان داشته و استعفای یا برکناریش تقریبا به این وابسته است که اونها از عملکرد آقای خلیلزاد راضی هستند و خوش بودند و میگن که آقای خلیلزاد در 3 سالی که در این ماموریت داشته رابطه خوبی داشته و تانسته پیشرفت های عمیقی را در بخش صلح داشته باشه. اما یک بحث مهم دیگه که اینجا مطرح میشه بحث آینده افغانستان است. آینده افغانستان حالا با نبود آقای خلیلزاد دقیقاً اون نکته بود که الان سیاست های آمریکا در قبال افغانستان چه تغییری میتونه بکنه؟ تغییری بسیار زیاده میکنه. به دلیل از اینکه آقای خلیلزاد در اداره تصمیم گیری آمریکا نیست، یک مقدار فاصله دولت آمریکا حالا هم زیاد است، ولی این بیشتر میشه با اداره ای که فعلا در کابل از طالبا و طالبا یک مقدار از این آسیب میبینن و از این راضی نیستن، چون آقای خلیلزاد یک مقدار در 3 سال با ایشان رفتار بسیار خوب داشته، رفت آمد داشته و برخورد داشته و همه اینا به نفع طالبا تمام شده. حالا هم لابیگری که داشته و لابیگری که حالا هم میگه که باید با طالبا سازش شوه و با طالبا باید کنار آمده شوه، ولی این که حالا کنار خودش میره به معنای از این است که طالبا یک بار دیگه در تقابل با آمریکایی ها قرار میگیره و یک بار دیگه این بعید نخواهد بود که ما ببینیم در آینده نه چندان دور طالبا به دشمن درجه یک آمریکا تبدیل شوه. ممنونم از همکارم تاجالدین سروش اینجا